سلام به همه دوستان خوبم در آتین من رجبی هستم قطعا شما به عنوان کسی که با کار میکنه مثلا فوتوشاپ سی 6 با فیلتر فیلترهای جدید فوتوشاپ سی 6 یعنی فیلم بلر آیریس بلر و تیفت و شیلد کار کردید اما خیلی از اوقات دوستان از من سوال میپرسن یا اینکه در بخش کمک رسانی از من در قدر تیم آترین سوال پرسیده شده بود که چرا دستورهایی مثل در حقیقت آیریس یا فیلد یا تیلت شیفت بوکه های خوبی تولید نمیکنه یا ما نمیتونیم بوکه های خوبی داشته باشیم دوستان خوب من دقت بکنید که فرایند تولید بوکه در فتوشاپ توسط این فیلتر به نوری که در حقیقت در تصویر وجود داره بستگی داره و میتونم این رو بهتون میگم که شاید در تصاویری که مربوط به شب هست شما به شدت و به خوبی میتونید تاثیر این بوکه ها رو در, حقیقت، در حقیقت تاثیر این فیلتر رو برای خلق بوکه ببینید اما سوال دیگه که پرسیده شده بود و من اینجا میخوام به جواب بدم بحث دیستورشنه در حقیقت در فیلتر در زیر مجموعه بلر و از قسمت تیلت و شیفت سوالی پرسیده شده بود که ما هر کاری میکنیم این گزینه دیستورشن کار نمیکنه یا در حقیقت ما نمیتونیم باش کار بکنیم ما توی این توتوریال من تصمیم گرفتم به طور کامل به بخش هایی از در حقیقت فیلتر تیلت و بپردازم که شاید برای شما به حال میدونم ممکنه کار کرده باشید یا در حقیقت در قسمت ویژگی‌های فوتوشاپ سی اس ایکس فیلمش دیده باشین اما به نوع دیگه بیام یه مقداری دقیق‌تر و عمیق‌تر راجع بهش صحبت بکنیم من تصویر رو انتخاب کردم که مربوط میشه در به یک فضایی که شب هست و نورهای متفاوت و جذابی رو در این تصویر داریم برای نمایش که در حقیقت میتونه این نوید رو بده که حالا ببینیم چقدر دستور تیلت شیفت یا حالا فیلد بلر حتی فیلد بلر میدونید که دیستورشن نداره و این موضوع فقط مربوط میشه به تیلت شیفت بنابراین ببینیم که دیستورشن چطوری عمل میکنه و اصلا کارش چی است میام در زیر مجموعه فیلتر در زیر مجموعه بلر و تیلت شیفت رو فعال میکنم Uh, 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 یه نکته هم باید بهتون میگم که شما اگر کلید ام رو در حقیقت توی فیلتر های تیلت شیفت آیریس و فیلت uh, در بزنید میتونید که ماسکتون رو ببینید ببینید که کجا در حقیقت اعمال نمیشه فیلتر و کجا داره اعمال میشه و کارتون رو پیش ببرید ضمن اینکه uh, اگر در uh, فیلتری مثل آیریس بلر باشید و اون رو فعال بکنید میتونید با کلید آ حالا به حال اینا نکاتی است که شاید جذاب باشه تک تک این گره ها رو جابجا بکنید برمیگردم روی uh, تیلتا شیفت و بحث خودمون حالا در از بحثمون دور نشه من مقدار بلر رو به طور خیلی خیلی زیادی اینجا افزایش میدم هدف این هستش که راجب دیستورشن صحبت بکنم و دیگر گزینه های مربوط به فیلتر تیلت و شیفت و کمی اینها رو به هم نزدیک میکنم تا فضای زیادی رو در قد داشته باشم قسمت پایین و بالا به طور کامل بلر شد یکی از نکته خیلی خوبی که دوستای میتونید بهش دقت بکنید برای تولد بوکه که مقدار بلرتون رو افزایش بدید شما با افزایش مقدار بلر میتونید که این بوکه ها رو به طور کامل ببینید زمانی که این در واقع بوکه ها رو تولد کردید یا در با افزایش بلر با توجه به نوری که در تصویر شما وجود داره این در واقع بوکه ها تولید شد حالا با استفاده از لایت بوکه در میتونید روی روشنایی اونها کار بکنید که به طور واضح و به طور کامل در این بوکه ها خوش رو نشون بدن بسیار کاربردیه فیلتر در حقیقت تیلت و شیفت و قسمت بلر افکتش که تولد بوکه میکنه و بعد با استفاده از بوکه کالر در حقیقت رنگ بوکه هاتون رو تغییر بدید حالا من دیدم اغلب یوزرها در حقیقت زمان که میخوان با لایت رنج کار بکنن فقط با سلایدر مشکی کار میکنن تا گستره در حقیقت مقدار سفیدیاشون رو افزایش بدن برای اینکه بوکه های بیشتری داشته باشن اما دوستای خوب من شما باید این نکته رو بدونید که میتونید با اسلایدر سفیدم بازی بکنید شما این فضا رو در حقیقت میتونید مقدارش رو کمتر یا گستره تر بکنید با استفاده از در حقیقت سلایدر سفید و مشکی و توامن این کار میتونید انجام بدید حالا زمانی که این کار انجام دادین اگر دقت بکنید ما اینجا یه گزینه داریم اسم دیستورشن سایمتریک دیستورشن من وقتی دیستورشن رو تغییر میدم و بالا میبرم همونطور که میبینید الان بوکه های من در قسمت پایین دارن فرمشون رو از حالت گرد یا دایره مانند تغییر میدن به یک فرم بیزی ولی همچنان قسمت بالا دایره خودش رو حفظ کرده وقتی شما دیستورت میکنید یا به هم میریزید هاتون رو اگر روی گزینه سیمتریک دیستورشن کلیک بکنید در حقیقت قسمت بالا هم به شکل متقارن نسبت به پایین در حقیقت دیفورم میشه در حقیقت سیمتریک دیستورشن به در حقیقت دیستورشن شما یا به هم ریختگی بوکه های شما تقارن میده در هم قسمت بالا و هم قسمت پایین رو به یک شکل و با یک قاعده داشته باشید اگر هم نه میتونید سایمتریک دیستورشن رو بردارید که فقط اون قسمتی که پایین هست این اتفاق براش بیفته و اصلا دیستورشن رو بردارید و آ... یا برعکس کنید بیاید این سمت به این شکل دیستورشن رو داشته باشید فرض که من رو میذارم روی صفر و در حقیقت بوکی به شکل نرمال دارم و با استفاده از لایت رنج شدتشون رو کاهش یا افزایش میدم و بعد بوکه رو کمتر میکنم و بعد مقدار لایت هم کمتر میکنم تا ببینید که به چه صورت میتونم روی بوکه هم کنترل داشته باشم اگر مقدار بلر رو کمتر کنم قطعا این بوکه های منم به نقطه میرسن و اگر بیشتر کنم بوکه هم به طور کامل خودشون رو نشون میدن بسیار بسیار خوب میتونید اگر تصویر شما نورهای خوبی داشته باشه با استفاده از فیلتر تیلت شیفت یا فیلد بلر فرقی نمیکنه من اینجا تیلت شیفت رو برمیدارم و میام روی فیلد بلر فیلد بلر رو دقیق فعال میکنم اینجا میبینید که خیلی خیلی خوب میتونم به این شکل به راحتی با رو تولید بکنم حتی حتی میتونم این رو به عنوان یک بک یا یک بکراند در استفاده بکنم برای اینکه مونتاژ بکنم پشت یک پورتره فکر میکنم به طور کامل الان باید جا افتاده باشه که چطور شما میتونید اینها رو کار بکنید و از اینها استفاده بکنید امیدوارم که به حال کار خوبی باش بتونید انجام بدید